قصاص، فیلم با بازی پوری بنایی، گوگوش و ناصر ملک مطیعی، داستان دوستی مظفر و قاسمه که به خاطر دختر یه تارزن به نام توبا به هم میخوره. مظفر که قبل از این توی یه رقابت عشقی دیگه با قاسم به خاطر لعیا همسر امروز قاسم منصرف شده بود، تصمیم به ازدواج با توبا میگیره. اما حوادثی در پی این اتفاق رخ میده. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. جمعش کن آبجی، توبا رو یه جوری راضی کن، ورش دار ببر خونه خودم، نزا اینقدر گریه بکنه، گناه داره تفلکی، ببرش خونه. بسه دیگه توبا، پاشو بریم خونه. نه بسه دیگه، پاشو بریم خونه. من از بابا بیرم، بریش، من از بابا بیرم. بسه دیگه ببینم مظفر خان، تکلیف توبا چی میشه؟ فعلا واسه یه مدتی، گفتم آبجین ببردش خونه. همین؟ همین. جای برمو. خب پس مظفر خان دوستی دوستی ازت. فیلم نفسگیر محصول سال 1357 راجع به قاچاقچی سابقه داری به نام صادق سرداریه که رضا بیک ایمانوردی نقشش رو بازی میکنه. صادق با همسرش پروانه با بازی زرینه زندگی میکنه. اون در حین فرار و درگیری با دیگر قاچاقچیان همسرش رو از دست میده. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. احمد! احمد! تو برای چی اومدی اینجا؟ بشینم ببینم چه برای سر پسرم میاد. نباید میومدی. بهزاد، بهزاد چون چرا اومدی اینجا همو جون؟ همون صادق چرا نیومدی سراغم؟ من دنبال تو میگشتم، اون دوستت من آورد اینجا. همون صادق انقدر اذیتم کردن، پدرشونو دارم میارم. اون خونه داشت خفم میکرد، همش خدا میگرد تو بیایی نجات هم بدی. اما اون دهنمو گرفته بود، نمیزه این صدا دارم. باشه امو جون، برو پیش امو. امو جون اونها پیدا شد، بریم پلوش. نه نه تو همینجا ماش. بابا بهزاد بابا کجا بودی؟ بابا امو صادق و دوستش دارن دعوا میکنه. دعوا میکنه؟ تو برو پیش ماما، بیا بابا دمش باش، از اینجا جایی نرینا. سرمو دست تو سپردم سروان. مطمئن باش اون بچه ی خودمه، اون پسر خودمه. بابا فیلم هیاهو که تو سال 1353 ساخته شده راجع به امیره که از هیاهو و ازدحام شهر به روستای پدر و مادرش اومده و قصد داره به نوجوانها سواد یاد بده. در این بین به دختری علاقه‌مند میشه، اما مشکل اینجاست که مادر دختر هم قصد داره نظر امیر رو به خودش جلب کنه. بخشایی از فیلم هیاهو رو با هم تماشا میکنیم. امیر! امیر!
کردم. همه چی برای من به رنگ سیاهه. از اون موقعی که خودم رو شناختم همینطور بوده. تو این خونه من زیادی، مادرم اصلا چشم دیدن منو نداره. من با چشمای خودم دارم مردم رو میبینم. همه چیز از یه صبح شوم شروع شد. سایه مرگ مثل یه سیل خونه خراب کن به سراغ پدرم اومد. مادرم تا چند ماه تظاهر میکرد که از مرگ شوهرش خیلی غمگین و ناراحت، اما بعدا فهمیدم که اصلا عاطفه و محبت سرش نمیشه. اون از ثروتی که براش به ارث مونده بود به تفریح و خوشگذرونی پرداخت. هیچ وقت تو خونه بر نمیشد، نمیذاش بهش بد بگذره. اما من همه اینا رو تحمل کردم تو اینکه یه روز وقتی از مدرسه به خونه برگشتم با صحنه عجیبی روبرو شدم. از همونجا بود که مادرم روابط خودشو با حمید، مرد غریبه‌ای که ناخودآگاه به زندگی ما پا گذاشته بود، علنی کرد. اما من هیچ کاری از دستم ساخته نبود. تو زندگی من همه ی فصل مثل پاییز می خشک و بیرون، درست مثل خودم. مکافات فیلم به کارگردانی کامران قدکچیان و بازی هنرمندانی مثل منوچهر وثوق، بهمن مفید و مهدی فخیم‌زاده است که تو سال 1352 ساخته شده. مرتضی از طلا خواستگاری میکنه، غافل از اینکه برادرش مجتبی هم عاشق طلا شده. مجتبی و مرتضی با صابر و برادرش اکبرجوشی درگیر میشن و بعد از زخمی شدن صابر، مجتبی خودشو به عنوان زارب معرفی میکنه و دستگیر میشه. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. نامرده آمد منم یا تو مستقی من در پیه مستقی آبی جلد گرد شد پیش چشم من سرابی چی بگم با کی بگم این دل تن آج و فاجه بین مرگ و انتخابی کاشکی نطفه می خوشگی تا می مر این همه زخم دم آدم نمی خور به من قول بده که هیچی به مرتضی نگی، اون نواز هیچی از من تو برونه، هیچ وقت نواز بفهمه. قول میدی؟ آره قول میدم، قول میدم. یه چیز دیگه، من هنوز اسم تو رو نمیدونم. اسم تو چیه دختر؟ فیلم تنها حامی با بازی مرجان و رضابه کیمانوردی راجب ابی جوون سر به هواییه که به اصرار برادرش کریم با دختری به اسم نسرین آشنا میشه. نسرین از پسر نابیناش مراقبت میکنه و تو کافه عباس آواز میخونه. کریم ابیو از ادامه رابطه با نسرین منع میکنه
ولی با دیدن نسرین متوجه میشه که نسرین همون زنیه که سالها پیش توی بندر رهاش کرده. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. برو یه چیزی بیار زخمش کنه. میبخشی که اذیتت کردم زن داش. تقصیر این نالوسیه که همه چی رو بسم نگفت. حالا وقتی این حرفا نیست ابی داره ازت خون میره. چرا داش هست؟ شاید وقت دیگه پیش تو نیست. خدا اون روز نگیره ابی جو. گریه نکن. کسی نواز چشایی تو رو گریون ببینه. باز زن کریمی. زن یه مرد. ابی. آخرش خیلی شیرین بود دادش. خوشورم که گم شده تو گیر آوردی. اون زن خوبیه.